سلام و وقت بخیر. با آخر خط از نور خوش آمدید. از نگرانی تا رایزنی در مورد افغانستان، چرا کشورهای منطقه و جهان از افغانستان هراس دارند؟ در تازه ترین مورد مقامهای چینی و تاجکستانی در پیوند به وضعیت افغانستان گفتگو کردند. در این گفتگو معاون رئیس جمهور چین و رئیس مجلس تاجکستان بر مبارزه مشترک با هراس افغانی در منطقه تاکید کردند. تاجکستان نگران حضور گروه‌های داعش و القاعده در مرزهایش است و چین نیز از گروه جنبش اسلامی ترکستان شرقی هراس دارد. در این میان افغانستان همواره به کشورها اطمینان داده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشور نیست، اما تا کنون این اطمینان مورد قبول کشورها قرار نگرفته است. چرا؟ آیا کشورهای چین و تاجکستان خطر را بیشتر از گذشته احساس کردند که به گونه مشترک میخوان که با هراس افغانی مبارزه کنند؟ تا اینجای کار خاک افغانستان چقدر برای کشورها تهدید بوده است؟ نگرانی کشورها از تهدید احتمالی از خاک افغانستان چقدر بجاست؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک محمد علی احمدی، استاد دانشگاه، دکتر عبدالصادق حمیدزوی، فعال سیاسی، و احمد خان اندر، آگاه امور نظامی، با ما در این برنامه هستند. مهمانان عزیز، تشکر که به برنامه و در این بحث حاضر شده. میخوایم بحث را با آقای احمدی آغاز بکنم که فکر میکنین استاد، آیا کشورهای چین و تاجکستان خطر را از گذشته بیشتر احساس کرده که حالا میخواید در امر مبارزه با گروه های هراس افغانی عملا و همچنان مشترک اقدام کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان برنامه، مهمان عزیز جناب اندر و بینندگان برنامه آخر خط. اصولا در امی مدت دو سال روی کار آمدن امارت اسلامی در کابل، جدا از فاکتورهای دیگه قابل ملاحظه دنیا بوده، دایره دولت همشمول، حقوق شهروندی، مسئله حقوق زن، من فکر میکنم که بزرگترین عامل و مهمترین مانع برای پیدا نشدن یک نقطه مشترک بین دولت امارات و دنیا، یعنی مسئله بحران کور تروریسم است که نه تنها کشورهای منطقه و همسایه، بلکه وقتاً فوقتاً از زبان تمامی مؤسسات، نهادها، کشورهای مختلف چنین دایه تلقی شده و می شود که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، با توجه به اون ماهیت ایدئولوژیکی که داره و با توجه به اون سابقه ارتباطاتی که با گروه های رادیکال مثل القاعده، TTP پاکستان، لشکر جنگوی، حتی گروه های آسیای میانه از چچنا گرفته تا گروه های چین، برامی اساس من فکر میکنم که اینمی دایه یا اینمی مازل یا اینمی نقطه بحرانی یک از نقطه لاینحل است که در یک سو دولت امارات با چالش مواجه ساخته که مانع ارتباطات نرمال اینا با دنیا شده، حتی مانع به رسمیت شناخته شدن، و از طرف دیگر دنیا هم از این بابت کاملا احساس هراس میکنن، به خاطر که حتی متحدین استراتژیک طالبان یا امارات اسلامی که عبارت از پاکستان باشه، مالا مسئله چین، مسئله تاجکستان که شما عنوان بحث است بمانیم جای خودش، همین حالا مسئله بحران TTP یک گروه تحریک طالبان پاکستان، گاهی وضعیت کابل اسلام آباد را تا مرز برخورد فیزیکی پیش میبره. در باب TTP هم حالا بس بجدا میکنم، تاکید شده که میخوام اونا مهاجر افغانستان درست هستن. خب ببینید، اینجا دو گپ است. یک صحبت است که طالبان یا امارت اسلامی میخواید این دایره را به دنیا نشان بده که ما جدا از اون هویت ایدئولوژیک قدیمی که داشتیم و جدا از اون سابقه ارتباطی که با گروه‌های تروریستی در منطقه و جهان داشتیم، حالا چون ما زمامدار و گرداننده یک نظام حکومت هستیم، دولت کابل در قبضه ماست، ارتباط ما با این گروه‌ها کاملا گسسته. ولی اینالا این دایره و شعار و این حرفی که گفته میشه با او چیزی که در میدان عمل وجود داره باید، من نمیگویم، این چیزی که دنیا میگویه. ببین دو سال حالا همین بزرگترین کشقوسی که بین امارات و دنیا وجود داره همین نقطه است. برای همین اساس من فکر میکنم هنوز دنیا، اگر جدا از بحث های بسیار طولانی و مفصله که مجال دوستان من نگرفته باشم، من فکر میکنم هنوز دنیا در این قسمت به قناعت لازم نرسیده. درست است وقتاً فوقتاً مسئولین امارات اسلامی حتی در مراسم سالگرد استقلال، مراسم استقرار امارات، مراسم پیروزی
بار سر از این نکته تاکید کردن که ما حاضر نیستیم افغانستان به عنوان نقطه پل خیز توریست قرار بگیره. در دو سال گذشته نقطه ای را جهان متوجه نشده که از خاک افغانستان حالا تهدید برشان بوده باشه و حکومت هم خماره تاکیدش بری بوده که اجازه نمیده کشورهای دیگه از خاک افغانستان تهدید شوه. پس این نگرانی ها از کجاش سرچشمه میگیره؟ در عرف علوم سیاسی و ارتباطات بین المللی یک مسئله دیپلماسی و شعار است، یک مسئله راپور و گزارشات پشت پرده واقعیت های عینی که مبتنی بر او دنیا میتونه غور کنه. میخوام اینا رو بگویم. ببینید مثلا شما فرض کن در طی دو سال دوستا گفتن که ما به هیچ عنوان ارتباط با القاعده نداریم، در حالی که حالا من تایید نمی کنم گزارشات مختلف دنیا، مراجع مختلف سازمان های بین المللی گفتن ایمن الظواهری در کجا کشته شده؟ در کابل. یک نقطه. تی پی پی پاکستان یک نقطه بحران و یک معرف است که آیا واقعا طالبا رابطه خود با گذشته تغییر دادن یا ندادن. ولی خب حالا دولت پاکستان یک روز خود بمباران میکنه، یک روز نقاط مرزی رو بمباران میکنه و یک روز لشکرکشی در داخل وزیرستان شمالی و جنوبی انجام میده. خب ببینید ما میخوایم کوتاه اشاره کنم، ببینید صحبت ما یک صحبت است که باید به مردم قابل قناعت باشه. ما از این جهت قابل تشویش نمیدونم که دوستایی که در کابل گرداننده امورن بار اعلام کردن، در میدیا و رسانه ها گفتن ما هرگز افغانستان اجازه می نمیدیم امن توریست شبه، قسمی که در دهه 70 اجازه دادن که القاعده در اینجا جا بگیره. ولی حالا به خاطر ازی که بدبختانه دنیا صرفا به شعار اکتفا نمیکنه، نمونه ها و گزارشات پشت پرده، ببین سازمان های استخباراتی بدبختانه در تمام دنیا اجند داره. ما حداقل گزارشی که ما فقط از طریق رسانه های معتبر مثل الجزیره، سی ان ان و بخش های انگلیسی بی بی سی میخونم، همین حالا حداقل گزارشی که وجود داره، حداقل ما کوتاه اشاره میکنم، گزارش اینه که بیش از 20 گروه تروریستی هنوزم در افغانستان جا و مقام داره و ارتباط اینا با امارات اسلامی و طالبان کاملا نگسسته. برای همین اساس دغدغه از اونا من فکر میکنم متکی به اون منابع پشت پرده است که اون را شاید دوستای ما که در کابل هم درک میکنن، ولی یکی از میدیا و مطبوعات پنهان میکنه و حرف خادثی دیگه است. سپاس آقای میزوی. حالا دنیا و همچنان جهان و کشورهای منطقه و فرامنطقه به شعار تکیه نمی کنه، بلکه اونها عمل را میخواهد. تا حالا آیا افغانستان تهدیدی بوده برای کشورهای منطقه و فرامنطقه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدی صاحب خپلوار سره تاسو ته درنو ملمنو ته استاد او د سپول لار استاد او لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. محمدی صاحب ټول نو خدا چې باید افغانان په دې باندې په اول شي چې نړیوال اوس چې د افغانستان سره کومه معزوله او کومه کیسه چې لري وي په کم څه باندې چې زمونږ حقونه ودرولي هغه یو ادامه ترخوي د خزو د حقوق او تعلیم او دغه شان دلته بار بار د پاکستان طرف نه د ټي ټي پي یا داسې نور څه مسلې مطرح شولې، خو بیا هم که موږ تاسو راپورونو ته وګورو په خپله د یعنی د نړۍ بادار د ملل متحد هغه سپوکس مین چې ورته وایي هغه وایاند و همغه هغه هغه مکمله چلوونکی هغه په خپله وایي چې د افغانستان نه داسې واقعیت او داسې څه نشته چې هغه یا د القاعده او یا د نورو څه هغه واوسیږي شواهد او یا په پا پاکستان کې چې کوم څه کېږي هغه د افغانستان د لاسوهنې لامل وي یا سبب دي وي یا د هغوی کې په لاس ولري نه نشته. دلته خبره دا راغله چې ګورې ایمن الظواهری په داسې یو وخت کې چې تر اوسه پورې تثبیت هم نه ده شوی چې دلته شته و نشته و شو وشو که نه وشو هغه کیسه همدغسې پاتې ده، نو ښه خبره به دا وي چې اوس که مونږ تایید و رد دا شیان به نه کوو، دا به زمونږ دولت شته، هغه به خپله ادا او خپل هغه به پرې ولري. خو په داسې حالات کې دا کار وشولو چې دولت د تکمل په حالات کې و، تکمل په حالات کې دا منه چې زما اپراتیفي جبهې او زما پولیس زما دفاع او دغه شیان دا ټول یعنی جیک شه او ټیټ شه په دې حالت کې و. همدا اوس هم ډېری داسې کسان داسې کیسې اچوي شته وي، دغه د داعش هم په یو نیم ځای کې پټ وي، راجیک سي چیرې کې برید او دا شیان کوي، خو اسلامي امارت مجاهدین ورځي په مقابل کې عملیات کوي. دا نشي کولی چې امریکا او یا نړیوال په دغه کیسه باندې اسلامي امارت
مقصر وګڼي. زه وایم چې که دا چیرې دا مقصر ګڼي نو مونږ خو په داسې په دې اوایلو حالاتو کې وو د تکمل په حالات کې وو، نو ته څنګه د دومره قدرت او ټکنالوژۍ او د دې سره چې پاسپورټونه یې هم ستا دي او جازونه هم ستا دي، ته ورځې او دوه جازونه او هغه دومره لرې مزل هم کوي، هر څه شی لیزري سلاګانې هر سټینګرې دا هر شی لرې ورځې دوه تاریختي ربلینګونه پرې وهي، ستا هغه ادا دی قابل قبول وي د منلو دی وي. زه چې وایم چې نه زه نه د القاعده سره د هیڅ نه وه، زه چا سره دوستي او دښمني نه لرم، زه چا ته تعریف نه ورکوم، زه هیڅ کله زما ملي ګټې او ارزښتونه دا ایجابوي ماته چې زه د ټولو سره نورمال هیڅ چا ته اجازه ورنه کوم چې زما خوره د چا په مقابل کې استفاده کی. که څوک خاص شواهد و اساس و اسناد لري مهرباني وکړئ په احتمالونو په شکونو په دې شیانو باندې مخې ته مه ځئ. اوس هوا حریم تا سره په لاس کې ده، کله د جاز راسي کله د څه شی راسي، ته ماته یو کوردینه داسې ښودلی شي چې هغه مرکز واوسیږي؟ نه. ښه چې کله یې نشي ښودلی نو خالي مدام د په شکونو په احتمالاتو په دې شیانو باندې د افغانانو حق پایمال کړی، د افغانانو حق چې د دې په یواز راجیک شو ورته ووایو چې جابره ظالمه د شل کاله ته تا د ترهګرۍ نه ته ول ماته تعریف راکړه، ترهګر څوک دی؟ ته څوک بولې؟ شل کاله د یو بېګنا افغان د رانیولو هغې نه دې کله څوک جوړولی د خپل کور نه دې بېکوره کړی و؟ چین ته اوس زه ګورې ایالات متحده چین... روابط خوب نداره تاجکستان که دا سینه ده تعامل روانده، تعامل روانده. چین چینن د امول لپاره د تیلو د سرمایه گذاری لپاره مخی تزان راولی قدم را مخی کوي، دا د تعامل نتیجه ده. روس چې اوس خپل تعامل ته روادار شوی کیږي، دا د تعامل نتیجه ده. امریکا چې مستقیم مذاکرات لسره پیل کوي، دا د تعامل نتیجه ده. ګورئ دلته بیا هم داسې نه وایو چې کمیو کستۍ مشکلات به نشته وي، خو ډیری مشکلات چې دي هغه قصدن او جبرن د بل چا له طرفه جوړ کړل شوي دي، هغه د امریکا له طرفه جوړ کړل شوي دي. امریکا دا غواړي. اوس مونږ وایو چې بې طرفه سیاست زه لرم، متوازنه ناپیله اقتصاد محوره سیاست لرم، زه د روس سره د امریکې په مقابل کې نه ودرېږم، خو د امریکې سره د روس په مقابل کې هم نه ودرېږم بې طرفه. دلته مونږ ته چې د مشکلات را جوړ دي، دا د دې لپاره نه دي چې مونږ چا سره په طرف کې واقع کیږو، بلکې د دې لپاره دي چې ولې په طرف کې نه واقع کیږو، د بې طرفۍ مو ولې اختیار کړې ده، یعنی د دې خاطر مشکلات دي. نو اوس بیا هم مونږ باید حوصله تنګه نه کړو، حوصله له لاسه ور نه کړو د بې طرفۍ سیاست. خو د دوی ته دا وایو چې کله چې پوره قاره شواهد او اساس نه لري، داسې خالي په ګمانونو باندې مخې ته مه راځئ، داسې په ګمانونو باندې د یو چا حکم پیماله. سپاس آقای اندر که شما حالا به عنوان یک کارشناس نظامی هستین، چه فکر میکنین که این نگرانی ها چقدر بجاست و چقدر جدی باید گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم موسی محمدی صاحب، به شما و به مهمانان گرامی برنامه شما، هر یک محترم دکتر صاحب حمیدزوی و محترم استاد احمدی صاحب و تمامی هموطنان خوش تقدیم می نماییم. ببینید این موضوع جدیدی نیست که افغانستان را با این دغدغه‌ها مواجه ساختن جهانیان، بلکه چهارمین دهه است که مردم ما را افزار توریسم ساختن، در حالی که تعریف از توریسم هم ندارن و شبکه های توریستی ساخته امی ابرپلتا است که به خاطر حریف بازی ها و دشمنی های خویش با رقیبای خویش ساختن و کوشش میکنن که مردم کشورهای فقیر را افزار تهیه کنن. و فعلا که در افغانستان یک امنیت سرتاسری وجود دارد، از این امنیت باید حکومت فعلی، مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان استفاده از این میکنن، در حالی که آنها توانمندی با وجود آوردن و تأمین امنیت کشورهای خویش را دارن، اما بهانه های را پیدا کردن که میخواین بسترسازی کنن و جنگ های آینده که چه قسم سلاح های خویش را به قسم لابراتوار دیجا. آقای اندر، حالا بدید شما وضعیت نگران کننده از خصم که حالا چین و تاجکستان نگرانی داره. چین یک کشور بسیار پیشرفته است، اصلا نگرانی هایشان بهانه هاست. تاجکستان
تا به حال از مستعمره قطعی روسیه خلاص نشده، آنها امکانات زیاد دارند، اما میخوان در مقابل ایالات متحده آمریکا همچو اظهارات را نمایند، در حالی که میتونن آنها در قدم اول یک تعامل سیاسی رو با حکومت فعلی و به خاطر از بین بردن توریسم در منطقه مشترکات را با افغانستان و دیگر کشورهای همسایه ما داشته باشد. ببینین ما میبینیم که در پاکستان مدارس و تمرینگاه های توریسم وجود دارد، تمامی جان خبر دارند، اما طرف آنها انگشت انتقاد را دراز میکنند، میخواهند که از سطح پایین آگاهی مردم ما به نام دین مقدس اسلام قسمی که 4 دهه است استفاده نموده باز هم استفاده نمایند، افغانستان را در محاصره سیاسی و اقتصادی قرار داده، حکومت فعلی را به رسمیت نمیشناسند، مردم ما را با وضعیت خراب اقتصادی مواجه ساختند، قصدن و همدن میخواهند که گروه های توریستی که ساخته خودشان هستند در اینجا سربازگیری کنند و در بسیاری از جای امکان هم دارد. ما میدانیم که طالبا کاملا حاکم یا قادر به سرکوب بعضی از گروه های توریستی هستند، اما اگر این وضعیت را به مقسم نگاه کند واضح است که گروه های مختلف توریستی به اشاره بعضی از استخبارات منطقه و جهان در داخل کشور ما سر بلند خواهد کرد و باز هم افغانستان را میدان جنگ نیابتی کشورهای ابرقدرت خواهد ساخت. شما خبر دارید که جنگ سوم جهانی فعلا در جهان ادامه دارد، اما ازشان یادآوری نمی شود. 50 کشور در مقابل روسیه در اوکراین می جنگند. مشکلات های زیادی است. حکومت فعلی باید سیاست متوازن را و یک حکومت معیاری که مطابق منشور سازمان ملل متحد باشد هر چه زودتر باید کوشش نماید و براب اندازد. در غیر آن ما دوستای بسیار کمی داریم، همسایه های ما هم قسم سابق رول دو جانبه را اجرا میکند و ابرقدرت ها هرگز در فکر حقوق خانم ها و اتباعی افغانستان نیستن، بلکه بازی بزرگ را میخواین برا باندازن. بله، حالا در پی این نگرانی ها آقای اندر، کشورها به دنبال چی هستند در افغانستان؟ آیا امتیازگیری خاص خود را دارند؟ کوتاه اگر بگویید. کشورها آموخته شدن، بعضی از کشورهای همسایه ما در جنگ افغانستان منافع خویش را میبینن و میخواین که از معدنای ما، از وضعیت جنگی ما به نفع کشورشان باز هم استفاده نمایند و کشورهای ابرقدرت شما قسمی که قبلا گفته شما میدونید که یک جنگ سرد و نیابتی و استخباراتی اقتصادی جدی میان غرب و شرق ادامه دارد، میخواین که از وضعیت فعلی افغانستان استفاده عظیم کنند. افغانا و حکومت فعلی اگر با هم یک رو آوردن به یک حکومت قوی افغانی نیارن، دیده می شود که این بازی شاید به نقص مردم افغانستان و جغرافی افغانستان باز هم تمام خواهد شد، چون ما می بینیم که حکومت دائمی نیست، حکومت سرپرست است. چرا؟ آیا ای 45 سال جنگ و 20 سال مبارزه طالبا و جنگشان به قدرت برمیگردیم در ادامه برنامه پایان نر باشه به خاطر یک حکومت سرپرست بوده که هیچ تعاملی با جهانیان نداشته باشد، هر چیز زودتر باید تعاملی سیاسی داشته باشد و حکومت دائمی باید ایجاد کرده. تشکر آقای اندر. آقای احمدی، حالا چقدر بجا است، چقدر جدی است نگرانی های کشورها و همچنان بخصوص همسایه های افغانستان از تهدید احتمالی از خاک افغانستان، گرچه همواره تاکید بر این شده که اجازه نمیده افغانستان را که تهدید شود برای کشورها؟ ببینید، به لحاظ دیپلماسی مسئله جا گرفتن تروریسم، قوت گرفتن گروه های تروریستی در افغانستان و لانه‌گزینی مجدد فعلا در حد یک اتهام دو جانبه خب طبیعتا رد و بدل می شود، اما نقطه اساسی در کجاست؟ ما با بخش از صحبت های دوستا کاملا موافق هستم، در این جای شک وجود نداره که افغانستان بیش از نیم قرن قربانی تروریسم بوده، به خاطر سیاست های غلط، مدیریت ضعیف، نبود یک دولت کارآمد،
بستر برای رشد گروه های رادیکال تروریستی میسر شده. آدم های مثل ایمن الزواهری و بن لادن از یمن بلند شدن آمدن در افغانستان، حتی گروه های از آفریقا، شاخ آفریقا، گروه های از پاکستان، شب قاره، از کشمیر آمدن در افغانستان. ولی اینا الان مشکل اساسی در کجاست؟ راه حل در کجاست؟ من باور من راه حل ای که ما دنیا را متهم کنیم یک بخش مشکل است. طبیعتا دنیا در افغانستان ثبات نمیخواد، خصوصا کشورهای منطقه، حتی می پاکستان. ولی از اون طرف دیگه یک بخش مشکل در مدیریت ماست، در عملکرد ضعیف خود ما افغان هاست. چرا؟ ببینید امارت اسلامی میراثدار 50 سال جنگ بحران در افغانستان است. خب یک، و در این 50 سال نظام هایی که آمده هر کدام به دلیل نقطه ضعف های بسیار مشخص، همین تعصب، انحصارگرایی، حکومت تک حزبی، حکومت تک قومی، افغانستان خود به خود بستر برای تروریسم کرده. خب اینا لا این گروه هایی که آمدن، ما بار باری رو گفتیم و حالا اجازه میخوایم تاکید کنم، امارت اسلامی اصولا چی به لحاظی که ما پیش خدای ذوالجلال میخوایم در معرض قضاوت باشیم، چی پیش دنیا، چی پیش مردم افغانستان، در معرض یک امتحان و آزمون بسیار کلان قرار داره. چه رقم؟ آیا اینا میخواین همون سرنوشت نور محمد ترکی و حفیظ الله امین میخواین دنبال کنن؟ یا سرنوشت همین گروه های شکست خورده ای که شب با کودتا می آمدن، با زور بیرونی ها می آمدن و فردا بیرون می شدن، همون تجربه رو می خواهید تکرار کنن؟ یا می خواهید در منش رویش خود تغییر بیجاد بتن؟ این حالا دو سال از عمر امارت گذشته، دو سال هر لحظه یک فرصت طلایی بود برای افغانستان. اینا دنیا که نتیجه گیری میکنه، من نمیخوام قضاوت کنم. ببینید شما به عنوان یک ژورنالیست بین الملل اگر بخوای قضاوت کنی، ببینید دلایل و شواهد و قرائن وجود داره که واقعا طالبا یا امارت اسلامی در ادعای خود در مبارزه با تروریسم صداقت لازم ندارن، توانمندی لازم ندارن. چرا؟ اگر صداقت لازم داشته باشن چه لزومی داره که تی پی پی بازم از خاک افغانستان فعالیت کنه؟ و چی همین ادعایی که میشود که اینا میگه که تی پی پی ما پاکستانی مهاجر در قشتیپا و داخل افغانستان جابجا میکنیم، و حالا که پاکستانی میگه اینا طالبای پاکستانی است، تحریک طالبان پاکستانی است. خب در صورتی که مردم افغانستان گشنه یک لقمه نان است، به خاطر گار و غریبی میره خود در دریای یونان غرق میکنه، در دریای های کشورهای مختلف غرق میکنه. خب حالا ما این قدر وضعیت اقتصادی ما بهبود پیدا کرده که بیاین مهاجرین پاکستانی رو نان نوا بتیم. گذشته از او بعضی از امارات و قرائن کاملا سیاسی وجود داره که متاسفانه امارت اسلامی یا امارت گردانندگان امارت هنوز هم درگیر اونم قیدبندهای ایدئولوژیکی هستند که در دهه 70 حکومت خود به خاطر سرنوشت یک بن لادن به قمار گذاشتن. چرا؟ مگر در اون دوره دای دنیا که آمد در افغانستان لشکرکشی کرد، حادثه 11 سپتامبر پیش آمد، مگر آمریکا غیر از این خواست که باید اسامه بن لادن از خاک افغانستان اخراج شود؟ ولی دوستای ما پافشاری کردن که ما هرگز عرف مهمان نوازی ما ایجاب میکنه. ولی همین حالا بسته شدن مکتب دخترها این نشانگر عزیز که واقعا اینا با همون تفکرات ایدئولوژیک خود که این تفکرات برمیگرد از گروه های رادیکال تروریستی اسلامی کاملا با اونا هم نظر است. دو، داعش هنوز هم در افغانستان عزگیری میکنه. یکی دوستایی میگه ما داعش نشان بدید. خب من یک به عنوان یک استاد پانتون، یک استاد مکتب مکلفیت ندارم، تو به عنوان یک ژورنالیست. ولی همین حالا گزارشات مختلف وجود داره، به دلیل فقر، به دلیل نابسامانی، به دلیل انحصارگرایی که در درون نظام است. ببینید یک نظام آمده با 70,000 نفر افغانستان در قبضه کرده، حکومت گرفته، خب خانه شان آباد، ولی بیش از 1,000,000 نفر در افغانستان کارمند بود و این کارمندا هیچ کدامش نه به عین تعلق داشت، نه به غین تعلق داشت، نه به کرزه تعلق داشت، نه به آمریکا. من خودم فرض کن به عنوان یک استاد دانشگاه تدریس میکردم، حالا خب آمدن گفتن شما صلاحیت تدریس ندارید. خب من خیر است، رفتیم جای دیگه درس میدیم. اینا هزاران میلیون ها انسان، تشکر، زن مرد، وقتی که من میخوام بگم کوتا میخوام اشاره کنم، یک نکته، یک نکته. ببینید من قبول دارم که دوستان میخواین علاقه خود با توریسم قطع کنن و یه میخواین بهانه و پول بسازن برای تداوم حکومت، برای توسعه حکومت و برای رسمیت شناختن، ولی در عمل در این کشقوس متاسفانه اینا درگیرن. قرائن، عملکردها، نشانه ها دال بریز که هنوز است
اینها ارتباط خود با گروه های توریستی به قسمی که لازم است یا قطع کرده نمیتوانند و یا یک گده در داخل از اونها نفوذ لازم داره. تشکر، سپاسگزارم آقای میزوی. حالا آقای احمدی به این باور است که حالا بسته ماندن مکاتب حکومت تک حزبی و مواردی که در داخل افغانستان در حال حاضر در دو سال گذشته وجود داشتن، نگرانی کشورها هم می است و از اینجا سرچشمه می گیره. چه فکر میکنین؟ آیا همینطور است؟ محمدی صاحب، استاد محترم تا به مکمل احترام باندې د دې نظر تقریبا ډیره جنبه د تکنوکراسۍ نه اخلي، او تکنوکراسۍ کې عموما ارزښتونه او دغه شان ډیر مطرح نه وي، مطرح کې پرمختګ وي چې بس مخې ته ځي، دا باورونه او دغه شان ډیر داسې هغه نگاه باندې نه کتل کېږي. دا د تکنوکراسۍ اصول هم دغه دي. خبره دغه ده چې ټول نول په ټي ټي پي د مکمل اعدام وکړله چې د دې ځای نه ورځي، در حالی که چې دا که ښودلی شي، ما مخکې ویلي چې اوس ولې اتهامات ولیکو، هغه مهاجر چې راغلی دی هغه بې دفاع بې هغه خلک دي، موږ هم تللي یو، خود پاکستان نگرانی داشته. حالا در وایم چې نگرانی څنګه وسړی، هلته یو مظلوم یو زما وینه زما قوم هلته، هغه که ماته راځي په هغې باندې سخته ده، ته ماته دا کومته پرمختګ ته ماته ښایي چې زه ورته ووایم چې نه زما دروازې در باندې بندې دي، تا په کوم وجدان باندې ته دا منې؟ تا خو ګورې سم قضاوت نه ده، افغانیت نه ده. او بیا د اسامه بن لادن در اوسته د سودان نه چاو رای وستو، خو اسلامي امارت په هغه وخت کې حاکم شو. آیا ته دغه ارزښتونه ته لږ څه احترام لري چې یو کس جیک شي چې ووایي چاله دې کس دا پلانی کار وکړلو، هغه کس ماته راکړه، دلته دولت شته وي، حاکمیت شته وي، او دولت ورته وایي چې دا به مونږ مثلثې محاکمې ته ورکړو، سی جانبه چې زه اوس د سعودي او د امارات او د پاکستان د دې سره رسمیت لرم، دې ته به یې ورکړم، او ته یې مانه غواړې، او ته بیا وایې ماته چې هغه کمربازي نه وه وروره، هغه هغه ارزښتونه وو چې د نن تم سر جیک سر ګرځي او زه هم جیک سر پرې ګرځم. نه ورځو، ګورې نه ورځو، خو یادوري ګورې دغه بحث چیرته وي، بحث په چه شي باندې وي، ورځي کوم طرف ته، دغه زموږ مشکل دی. موږ د دې په یواز چې په جوړوونکو باندې کار وکړو، جوړوونکو خبرو باندې کار ولرو، داسې یو څه ته ورځو چې د دې په یواز چې جوړ شي نور هم تخریبېږي. تا نقصته دا مشکل ده. اسلامي امارت ته طالبان نه دي، او دا د خلکو نه جوړ شوی ده، او دا د هیچ چا په زور د چا په هغه نه ده راغلی، بلکې د دې ملت په مټو د ملت په زور راغلی ده. تا د تارکی او کارمل او د نورو سره مه مقایسه کوه. همدا اوس ته لاړ شه، هر وزارت ته لاړ شه، ته به پریمانه خلک کې وګورې. شته دې پکې پریمانه؟ زه د اسلامي امارت غړی نه یم، نه مخکې طالب وم نه اوس طالب یم، خو واقعیت دا ده، او زمونږ یو پایدار نظام ته ضرورت لرو. ډیر دولتونه هم په بد نظام داره چپه کړل. راځئ چې اوس د خپل فکر د بد نظام په اصلاح باندې ولګوو، چې څنګه دا اصلاح کړو، څنګه اصلاحات راولو. زه وایم چې دا به ښه سیاست وي، دا که دا سیاست دغه تګلاره غوره کړي، ما ته به دې هم خیر ورسیږي، ځان ته به دې هم خیر ورسیږي، نورو افغانانو ته هم. حمید زوی، حالا دو سال از حکومت تروریسم، چرا باور نداره جهان؟ گوره باور 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 دلتا باور چې اوس زه ته ټولو حقایقو باندې پوهیږي، بیا هم ته باور نه کوې، یا قناعت نه اخلي تر څو پورې چې هغه خپل اهداف دې پلي شوي نه وي، نو دا خو ستا مشکل ده که نه. اوس خو زور جبر خو هر څه د ده سره دي. زمونږ هم ټولې کیسې د ګزارشونو نه دی چې هغه ګزارش دا ووایي، در حالې کې چې ګورو چې نن سبا د ده ورلډ میډیا د هغه د چا لاس کې ده، دا مونږ ګورو چې بس هغه داسې ګزارش ورکړو، په دا ګزارش هغې باندې مونږ هم قضاوت کوو، هغې ته ګورو نه چې اوس دغه زما هغه ته د خلکو ته زما تګلارې ته زما آینده ته زما ملي ګټو ته یې په ضرر ده که نه. دغه باندې باید لږه سنجونه ولرو. او زه وایم چې نشته القاعده، نشته تروریست، نشته هیڅوک نشته دلته. که ته وي مهرباني رمخکې که شواهد، او ته وایې چې نه زه یې نه منم، شته دي احتمال ده کېږي داسې، دا خو اوس وروره په شل کاله دي په همدې باندې دا افغانان په شهادت ورسول، بس ده نوره خو لاس دې واخله. شل کاله دي په همدغه بېګناه خلک دي، څوک ګونتنمو ته ورسول، څوک د بګرام ته ورسول، په خپله مونږ مینې مونږ دم څو ځلې بوجۍ دي راباندې راواغوستې. همدا اوس هم دوسیې پرتې دي، بیا اوس هم وایو، همدا اوس خو د چا نه ډارېږم نه، همدا اوس هم چې نه مخکې طالب وم نه اوس طالب یم، خو د طالب په نوم یې زندان تېر کړی، او د طالب په نوم یې پلار په شهادت رسېدلی، ولې خو همدغسې خلکو د لاسه
د دې په واس چې منطقي او ملي فکر او ټول یو ځان وګڼي په یو فکر په یو هدف لپاره سوچ وکړي اما قدم ته سپاس اوس دغه زما شنن د زما د افغانانو په ګټه دي که د بل چا په ګټه دي او د پاکستان که زه وایم چې پاکستان ته بار بار مونږ ویلي دي اوس پاکستان په بجاوړ کې زه یو دغه کوم چې تکمیل شي په بجاوړ کې د مکه کېږي هلته لس اف سي وینګونه دي چیک پوسټونه دي نور خفیه ادارې دي او زه ورشم هلته ورته هغه وکړم چوکیداري وکړم هلته زه ورشم سپاس آقای میزوی آقای اندر حالا چی گونه قناعت جهان و منطقه را حکومت سرپرست برآورده کنه که نگرانی نداشته باشه و همچنان حالا دو سال گذشت از حکومت سرپرست همواره نگرانی مطرح میکنه منطقه و فرا منطقه تشکر میکنم در قدم اول خوب باید گفت که ما افغانا باید از جنگ ها و حکومت های گذشته یک درس عبرت بگیریم و شخصا ما نه مدافع و نه هم عضو امارت اسلامی افغانستان هستم اما و حتی یک برادر جوان ما را که پلیس بود شهید ساخته بعد از حاکمیتش دو برادر ما را زندانی ساختن شاید اگر ما بیایم با ما هم مشکلات داشته باشد اما به خاطر منافع ملی افغانستان که افغان ها سال ها انتظار یک امنیت سرتاسری بودن و امنیت سرتاسری مادر و ایجاد تمامی حل مسائل افغانستان می باشد بنان افغان های ما تحلیلگرای ما نباید صحبت های کنند که آب را به آسیای دشمن برزاند ببینید ای که شما گفتیم به سوال شما میان چه قسم نگرانی های جهان را با جابگو باشیم جهانیان سیاست های خراب در قبال بسیاری از کشورهای فقیر قسمی که قبلا گفتم دارن آنها اهداف استراتژیک استخباراتی و اقتصادی خویش را دارن ما باید چی کنیم حکومت فعلی که دو سال از چهار سال از دست میده باید بداند که بدون از یک گردمایی افغان ها که در اوج تمامی اخشار و اقوام با همبرادر افغانستان حضور داشته باشد در یک لوی جرگه و یک حکومت معیاری که قانون اساسی داشته باشد حقوق خانم های افغان رو باید که مطابق اسلام هیچ نوع مشکلاتی نیست برایشان اعاده نماید حکومت بسازیم شما باید ببینید که بعد از این ایجاد یا تشکیل لوی جرگه هیچ کشور همسایه و جهان نخواد گفت که ما افغانستان را به رسمیت میشناسیم و تحریم ها هم از بین میره این چانس ها را ما برایشان به دست میتیم مغرورانه حکومت فعلی عمل میکنه که ما 48 کشور را شکست دادیم اما مردم ما با این آزادی و استقلالی که با خون 4 میلیون افغان به دست آورده است از کشور فرار میکنن وضعیت اقتصادی ما خراب است مردم ها خودکشی میکنن اولادهای خود میکشن و حاکمان فعلی در موتورهای ضد ذره دایسی در شبات چنششته معاشای بسیار خوبی را به خود حواله نموده مردم فقیر مردم تحصیل کرده دکتر ماستر افسر مسلکی ما در جاده ها کاغذ جمع میکنه و یا در پشت کراچی پیاز میفروشن و یا هم در وضعیت خراب قرار دارن به این حالت باید توجه کنیم این وظیفه هر افغان است حکومت باید اصلاح شود ما با از بین بردن و شکست دادن حکومت ها همیشه نصف کردیم با اجنبی ها با استخبارات جهان با دست یکی نکنیم غلامی نکنیم با حکومت خود پیشنهاد می نمیم که اصلاحات بیاره هر چیز زودتر توجه به خواسته های مردم خود کنه بعد از او به خواسته های جهانیان آقای در چقدر حکومت سرپرست به خواست مردم تمکین کرده و همچنان خواسته هایی که از سوی جهان مطرح شده حالا که مردم هم به او خواست تن میتا تمکین صورت گرفته سوی حکومت سرپرست خب قسمی که گفتم بسیار کارهای مثبت بسیار باسازی که در بسیاری از دولت ها قبلی نشده بود و موضوع مهم اشغال امریکا و یک حکومت فاسد که دشنشانده امریکا بود از بین رفته فعلا یک حاکمیت افغانی وجود دارد اما این معنی نیست که ما امنیت داریم و قانون اساسی نداشته باشیم حقوق نیم پیکر جامعه ما که خانم هاست و در هر بخش حکومتداری و پیشرفت کشور ما برای
خواهرای ما از شد ضرورت است تا ما غلام پاکستان و ایران نشیم، مریضای ما به اوجه نرن و دریجه ما تمسخر جهانیان نباشیم توجه نکرده است. بین دو سال گذشت بعد از این باید توجه به این کارا شد. تشکر آقای اندر. دل مردم افغانستان را به دست بیارد تا که مشروعیت از مردم نگیرن، فکر نکنم که جهانیان اینا را به رسمیت بشناسن. و در این روزا آقای محمدی بسیار مقامای امارت اسلامی افغانستان خواست تعامل سیاسی و به رسمیت شناختنشان را میکنند. ببینید اگر تنها به رسمیت شناختن میبود، حکومتهایی که تحت تاثیر روسیه یا اتحاد شوروی و امریکا قرار داشت ببخشید تمامیشان را جهانیان به رسمیت میشناخت، اما همین مردم افغانستان بود که سرنگونشان کردند، چون برخلاف مردم عمل میکردند. با برمیگردیم در ادامه آقای اندر با شما. تشکر، ادامه صحبتتون می داشته باشیم. آقای احمدی، حالا چرا مسئله افغانستان پیچیده تر شده؟ حالا دستگاه دیپلماسی چی مسئولیت در قبال این نگرانی ها داره و تا حالا دو سال گذشته از حکومت سرپرست چه نوع تعامل را حالا با حکومت با کشورهای همسایه داشته باشه؟ ببینید به لحاظ علمی یک تئوریست به نام تئوری توطئه، تئوری توطئه مبتنی بر است که ما تمامی مشکلات درونی خود نادیده بگیریم، عیب و ایرادهای خود کتمان کنیم، ملامت بار ملامت به دیگران بندازیم. یک چیزی که معمولا عرف ما افغان هاست، در افغانستان هر مشکلی که پیش میاد میگه دنیا ملامت است. فرض کنیم میاله فقط در افغانستان اضافه شده، بیکاری اضافه شده، مهاجرت زیاد شده، ما دنیا رو ملامت کنیم، چیزی که ما از لحن خیلی از مقامات بزرگ میشنویم. ببینید حرف اساسی است که در یک کشورهای منطقه و جهان طرفدار ثبات در افغانستان نیست. من یک بخش قبول دارم و یک بخش قبول ندارم، چون بی‌ثباتی در افغانستان باعث ناامنی و حراس در کل دنیا می شود. اگر افغانستان ناامن باشه، گروه های تروریستی از فقر مردم افغانستان گروه های تروریستی استفاده میکنه، قسمی که بار بار دیده شد یارگیری میکنه. همین حالا چندین هزار مدرسه دینی تقریبا قسمان محل تبلیغات رادیکالیسم است که کم کم اینا تبدیل میشوه به یا به سربازای فرض کن داعش یا القاعده یا شبیه ازی مثل لشکر جنگوی و سپاه صحابه. بریم در کشمیر بجنگیم، بریم در کجا بجنگیم؟ حالا جهاد در افغانستان اگر فعلا خط پیدا کرده در کجای دنیا بجنگیم؟ یک بخش مشکل ما در ایست که من کوتاه اشاره میکنم، تا زمانی که ما در درون افغانستان واقعا ساختار یک نظام باثبات و پایدار ایجاد نکنیم و روش و منش و عمل کرده گردانندگان نظام ما تغییر نکنه، افغانستان 50 سال در جنگ و بحران به سر برد، افغانستان 100 سال دیگه به این وضعیت سپری میکنه. چرا؟ با باورتان حالا دلیلش دیدگاه حکومت سرپرست مقام هایش آیا تغییر نکرده؟ ببینید دو سال از عمر نظام گذشته، ما نمیدونیم این عنوان نظام ما چیست. امارت است، خب امارت هم از خود قانون داره، قانون اساسی باید داشته باشه نداشته باشه. دو سال است ما مسئله یک مشکل دخترایی که مکتب بره و نروه، ما این را به یک معمای سردرگم بدل کردیم. نه دنیا این را حل کرده میتونه نه خود ما. با اینکه بخش از مقامات امارت اسلامی ما از تلویزیون ها رسانه ها کل دنیا دنبال میکنه، بخش عظیم از اینها طرفدار از است که دخترها باید مکتب بره. ولی 700 روز است وقتی شما ببینید در یک کشوری که میگم 50 سال است توریسم بوده، کشور منطقه بوده، استعمار بوده، اشغال روس بوده، اشغال آمریکا بوده، خب حالا دو سال است حکومت دست شماست. خب شما از خود یک ابتکار عمل نشون بدید، با مردم خود چقدر آشتی کردید؟ همین مسئله دایه ما نمیخوایم زیاد تون بحث کنم به خاطر اینکه برای شما مناسب نیست، برای من مناسب نیست و من هدفم این نیست، ولی نقد کردن حق مسلم انسان است. ولی به هر قیمتی ببینید مسئله دایه حکومت شما شموله. حالا ما میگیم آمریکایی‌ها مطرح میکنه مغرض، آمریکایی‌ها کافر. حالا چین و روس که مطرح میکنه، پاکستان که مطرح میکنه، اینو شما به چه اساس تحمیل میکنید؟ عربستان میگه، قطر میگه، پاکستان و ایران میگه که دولت باید یک دولت با قاعده وسیع دولت اجماعی باشه. در افغانستان میدونی ول تاکید صورت گرفته عمل نمیشه. این بار آقای متقی گفته که به تمام معنا حکومت سرپرست هم شمول است. خب حالا این تعبیر ببین، اگر تعبیر دولت هم شمول است، یک گروه خاصی به نام طالبای کرام آمدن قدرت قبضه کرده، شما چند آدم ببینید حکومت مبنایش شایسته سالاری است، مولای صاحب آمدن وزیر شدن، والی شدن، مقامات از قول اردو گرفته تا جنرال، ولی خب امی در امی کشور 20 سال فرض کن بچه افغان درس خوند، تحصیل کرد،
تعلیمات نظامی دید، صاحب رتبه جنرالی شد، کلگی از اونا یا فرار کردن یا خانه نشین است یا گرفتار زندان است، از معلم گرفته تا اداره چی. ببینید این رقم که ما طرفدار بعضی گپ های دوستان هستم که باید هدف ما اصلاح باشه، ولی در صورت اصلاح امکان داره که شما حرف بزنین حرفتون شنیده شوه. در افغانستان متاسفانه هر نظامی که اومده با صدای اعتراض مردم با مش جواب داده، با مرمی جواب داده، با کلاشنکوف و با پیکا جواب داده. برای می اساس به هیچ نظام در افغانستان پایدار نبوده و پایدار نخواهد ماند. نظام هایی که مبتنی بر زور باشه ممکن است 6 ماه 2 سال 10 سال دوام کنه، ولی یادتون باشه نظام مستحکم تر از نظام خلق پرچم که پوشش روزها استاد بود نبود، ولی همون نظام هم نتونست دوام بیاره. اینا الان دوستا دورا بیشتر ندارن. یک راه میست که مطابق با همون سنت نادرست که یک ده کودتاچای ما اجازه بدید گردانندگان ما آمدن حکومت به زور قبضه کردن، یک قوم حاکم شد دیگه اقوام حذف شدن، یک گروه حاکم شد تمامی گروه ها را حذف کردن، ادارات خالی کردن، قل اردو رو خالی کردن. ببینم حالا در قل اردو هزاران سرباز تعلیمات نظامی دیده بودن، حالا کجا شدن؟ کلی که آواره در بدر. شما میالا بره در سلب سرک کس کفاشی میکنه میگه ما جنرال نظامی بودیم. خب میخوام بگم این روش و منش به هیچ عنوان پایدار نیست. برای اساس میخوام بگم دوستای ما ادعایشون وقتی که در میدان عمل در قسمت اتباع خودشون که باید به اتباع خود ما صادق باشیم، به مردم صادق، مگه نمیگه ما سنت خلفا را خلفای راشدین میام در خدمت مردم که شما چه نقد و چه انتخاب دارید چه مشکل دارید. برمیگردیم آقای میزوی، حالا چرا ابتکار عمل صورت نگرفت از سوی حکومت سرپرست؟ قسمی که آقای احمدی بی اشاره کرد محمد سپتول نوول خود د مکتب و د تعلیم مثلا دی بنز خپل کلک منتقدم کړه میده وختنه دا چې هر څه وزر هر څه مشکلات لري، حتی دا مو مرتویلی چې هیڅ نه و توجید هم نه غواړو. مونږ ته دغه دروازې را خلاص کړه، ته حاکمی، ته مسؤولی، ته که امنیتي مشکلات وي، ته که شرعي مشکلات وي، ته که هر څه مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، دا ستا مسؤلیت ده چې ته دا حل کړې او دا را خلاص کړې. او دوی بار بار خپل وزر وړاندې کړی، که څه هم مونږ د وزر په باوجود بیا هم انتقاد پرې کړی، اوس هم پرې کوو، اوس هم ترې غواړو. راغله چې دلته په افغانستان کې لکه څنګه چې مونږ تاسو ګورو دغه دینی مدارس او هغې ته یعنی تندروي نوم کارول دا لکه اسلام ته چې کاروي ګوري. اوس دینی مدارس په هغه کې چې کومې زده کړې کېږي هغه د انسانیت او یا د چا په خلاف نه دي، هغه اسلام اسلامي لارښود ده او اسلامي لارښوونه ده. او که ته څه مشکل د اسلام سره لري او یا د اسلامي نظام کې کوم نواقصات لري هغه د انسانیت پر مقابل وي، مهرباني ته وښایه چې مونږ غور پرې وکړو. که نه وي زه وایم چې دغه ذهنیت د افغانانو ته ورکول دا ښه خبره نه ده، دا ښه کیسه نه ده. عصري علوم پر خپل ځای، دینی علوم هم یعنی هم داسې فرایض دي چې باید هم معلومات ترې ولرو او په دې باندې زه او ته په دې عقیده هم یو چې د نن چې د نړیوال یا مخې ته رسېدلی دي او د ساینس چې منځ ته راغلی دا د قرآن نه منځ ته راغلی. او دینی مدارس باید یعنی په داسې ذهنیت او په داسې هغه باندې مونږ وینمود نه کړو چې هغې په یعنی یا کرکه پیدا کړو. راغله بله مسله گذشته هیڅ نه ابتکار نه ډېر ابتکارات میگه در مکاتب باز نشده، ابتکارات حکومت ده که حالا همه شمول کشورهای همسایه میخواه باز نشه. خود مکاتب و مسله هغه خو می در تو ویلی چې په دو کالو کې یعنی مونږ خپل زه منتقد یم، غوښتنه مې کړې ده بار بار، دوی عذر وړاندې کوي، د عذر باوجود بیا هم زه انتقاد کوم، بیا یم کوم، همدا اوس یم کوم چې باید را خلاص شي. خوش کلی اصلاحات نه وي، جزئي اصلاحات دي راولي. خو راځئ تاسو وګورئ اوس په مونږ څومره نقد کوو، انتقاد کوو. زه خپله ډېر سخت انتقاد کوم په اسلامي عمارت باندې، کوم په ډېرو ډېری شیانو باندې. خو اسلامي عمارت وزیر د دفاع ما ته وایي چې تنوع ته ور روان یو، دې نکټایو دې نورو دې ماشینیکي جنرالانو دا چې دوه میاشتې بس ورته رابغله ورته وویلې چې ما 500 مې هلته مړه کړي دي، 300 مې دلته مړه دي، 2000 نفر راسره وو، بس هغه به ورغی او سی اس په نوم کیسې ته، هغې به دو میاشتو کې بس یا به بریج جنرال کړو، یا به ډګر جنرال کړو، یا به یو جنرال کړو، که نه دا ټول شیان وضاحت. او دغه مونږ په خپلو سترګو لیدلی دي، همدا اوس هم شته ده چې ولاکه حیثیت د یوه یعنی د کلرک چا ډېر عادي چې خالي هغه د اسنادونه ویشي راولي، هغه یې مدیران ټاکلي وو، که نه دغه مونږ ولیدل. خو نه ورځو ګورئ دغه بحث چې مونږ خپله انتقادي او یا څه شی کوو که هغې پسې بد وایو هم لکه ځان پسې چې بد وایو، هغه هم افغان وو،
دا چې چالم سوله غلط کړي وو خو دلته مدام دیموکراتیزم دینه کار اخستل کېږي دیموکراتیزم هغه عواطفي او احساساتي نقاط چې دي هغه څرخول کېږي تر څو احداب کې پل شي سویم چې راځي دا په ګټه نه دي حقایق وایو کمه یو کستی په دولت کې شته شتون لري انسان ته جایز الخطا ده وسړیا او بیا ګورو چې مونږ دغه کومې فقر چې د ته وایي د فقر نننی نه ده دا دوه کلنی هم نه ده د افغانستان فقر ډیره اوږده سرچینه یې ډیر اوږد ځای نه لري او دا ته زما نه ښه ځکه خبرې چې ته استاز په دې ټولنه کې استاز پاتې شوی اوس هم استاز خو راځئ واقعیت درکړو او بیا اوس رازت مسلکی توب نه ده دغه مشکل د فقر او اقتصاد د مسلکی توب له خطر نه دی که د مسلکی توب له خطر و د ستاچ اوس په دې بانک کې کوم ذخایر چې څومره جمع شوی دي ته ماته وخه په دې څلور لسیزو کې کم وخت کې دومره جمع شوی دي نه دي دا یعنی دې باوجود بیا هم چې د اسلامي امارت ډیر جد و جهد و مجاهده کوي مخکې روان ده او د بیا هم د دومره تحریمونو او بندیزونو چې هغه هم د افغانانو په خوله باندې په خپله خاوره باندې د بندیز او د تحریم تجویز کوي د دې باوجود بیا هم اسلامي امارت بیا هم ځان کې باسې زه وایم چې دا ګورئ دا خپله افتکارات دي راځئ محمدي صاحب افتکارات اسلامي مره ډیر ځان سره لري مشکلات بم لري خو هغه مشکلات داسې مشکلات نه دي چې د پالیسی ویرده اوسیږي بلکې هغه مشکلات داسې مشکلات دي چې هغه څه د بهرنیو له طرفه تپل شوي دي څه داسې مخکې تشې جوړې شوي دي چې هغې ډکول هم اوس د هغه تشې اوس په اسلامي عمارت باندې هغه مسؤلیتونه ورچپه شوي دي نو موږ باید خپل واقعیتونه درک لږ سپاسگزار سیما خواهیم در چه زمان حالا این نگرانی ها پایان مییابه و چه زمان حکومت در اینجا تشکیل میشه که به عنوان حکومت همشمول و همچنان قابل قبول برای جهان باشه؟ تشکر میکنم آقای محمدی صاحب. اول خود جای بسیار افتخار است که افغانای ما نظریات خوش را به خاطر یک حکومتاری خوب و به خاطر مردم خود در میدیاها اظهار میدانند. حقشان هستند. مردم ما 45 سال در جنگ تیر کرده، هر کس هر فامیل شهید داده، تکلیفای را دیده، فعلا میبینند بسیار یک کاری خوب است که اظهار نظر خوش را نمایند. محترم استاد احمدی صاحب گفتن که جهانیان ملامت نیستن، خود ما ملامت هستن. درست است، اما جهانیان است که میخوای از وضعیت سیاسی کشور ما استفاده کنند. آنها هستن که امیر ببینید، اگر ما ببینیم جهانیان در 45 سال حکومت های که مدد دست نشانده بسیاری از کشورهای جهانی بوده، ابرقرارات ها بوده و به خاطر حکومتداری خوب واقعا که فعلا شرایط خوب مهیا شده. اما افغان ها اگر دشمنی ها و حریف بازی های گذشته خود را دور نکنند و سر خود را در گریبان خود پایین نکنند که هیچ نکنند به مردم خود و از هایی که کردن اقرار نکنند در افغانستان همه ما در یک لوی جرگه جمع نشیم و به مردم خود از مردم خوش عذر نخواهیم. این قسمی که نه مثل که طالبا به مردم فرمان عفو دادن، این هم ما باید از مردم عفو بخواهیم و در اینجا به خاطر یک حکومت قانونی جمع بیاییم. ما حکومت همشمول این حرف مردم افغانستان است که اندازه همشمول یعنی چی؟ همشمول وقت 20 سال در اینجا وجود داشت، شما میدیدین که جنگ های رویاروی رئیس رئیس جمهوری آقای در فکر میکنیم که حکومت سرپرست در حال حاضر بر شما قابل قبول است در حال حاضر؟ ارگ اجرا شد، ای همه نتیجه حکومت های همه شما ما حکومت افغانی میبریم. آقای در صدای ما را دارید؟ بله. فکر میکنین که حالا حکومت سرپرست بر شما و همچنان بر جهان یک حکومت قابل قبول است؟ اگر ما به جنگ های 45 ساله خود که روزانه به صدها به هزار نفر کشته می شدن و فعلا یک امنیت آمده و اجنبی ها وجود نداره کاملا قابل قبول است. اما هدف از ساختار حکومت است آقای اندر، حالا ساختار حکومت چقدر قابل قبول است؟ چقدر با معیارهای جهان برابر است؟ ساختار حکومت ناشی از کارکرده های حکومت های قبلی است که ما را به دست در آخر حکومت ها را به دست ملاها دادن و ملاها تحریک اسلامی طالبا مطابق شرط پیش میرن. امیدوار هستیم که
آنها قانون اساسی مدنی را که با جهان تعامل کنه و خواستهای مردم افغانستان را برایشان توجه کنن بیارن. تشکر آقای نرد. اینا هم طرف انزوا خواهد رفتن. سپاسگزار هستم. میخواییم بحث را جنبندی بکنیم. آقای احمدی، حالا افغانستان در کوتاه مدت و در حال حاضر نیازمند چی است؟ من با کمال معذرت پیش از این در یک رسانه به ارتباط همی که افغانستان چی باید شود و همی نظر دوستا، یک تئوریست به نام نقش شخصیت ها در تاریخ. تئوری نقش شخصیت ها در تاریخ میگه اگر یک عده آدمای دلسوز و متعهد به یک ملت با درک اوضاع احوال و شرایط و با مطالعه تاریخ گذشته، اگر روش و منش خود بر اساس تعقل، مردم سالاری و درک مشکلات و حل مشکلات بهبود زندگی مردم پیدا کنه، یقینا اون ملت ملت خوشبخت است. من نمونش اشاره کردم به سیره آل یک کسی به نام مهاتما گاندی. مهاتما گاندی بعد از اینکه استقلال هند از بریتانیای کبیر میگیره، اولین سخنرانیش میدونی چیست؟ میگه به مردم میگه، میگه بعد از مبارزه با استعمار، اولین مبارزه ما مبارزه با فقر است. و برامی اساس میگه مردم هندوستان به خاطر پیشرفت زندگی همه شما زیر یک بیرق، فرق نمیکنه مسلمان هستید، هندو هستید، هر دین و آینی که دارید، همه شما برادر ما هستید. و حتی میره دست علمایی که در مجلس بوده، از علمای اسلام بوده، علمای اهل هنود بوده و هنده میدن یک کشور 72 مذهب است، دست همه رو میبوسه، همه رو در آغوش میگیره. برای ما اساس هندوستان میشه امروز یک ابرقدرت دنیا. ولی در افغانستان متاسفانه مشکل ما ایست که هر زعیمی که آمده و هر کسی که قدرت در قبضه گرفته احساس میکنه چون بازور گرفته بازورم باید نگاه کنه. برای اساس راه نقد و انتقاد بسته است، راه اصلاحات بسته است. ما بار بار اشاره کردم، ما طرفدار هستیم امارت اسلامی خوبترین عمل کرده، بهترین عمل کرده داشته باشه. حتی 50 سال تاریخ از داوود خان گرفته تا زمان غنی برای زنا یک آینه عبرت است. انحصار طلبی، یک تازی، دیکتاتوری به زور سرنیزه به مردم گپ زدن. ما کوتاه میخوایم بگیم ببینید دوستا، دو سال عمل کردشون تا هنوز چیزی رو نشان نداده که برای مردم افغانستان و دنیا قابل قناعت باشه. به هر حال من فکر میکنم که تا زمانی که با مردم خود و دولت همه شمول هم که من میگه دولت همه شمول به این معنا نیست که کرزه عبدالله رو بیاره یا فلان فلان، ولی حداقل دولت همه شمول همین کسایی که در ادارات ملکی بودن، همینا فرزندان افغانستان بودن. چرا اینا رو ما از ادارات بیکار کردیم؟ تشکر. راه حل چی است آقای حمیدزوی؟ محمدی صاحب حل لار ټول امدغه دي چې د مخکې احمدی صاحب اشاره ورته وکړه، درشته مشکلات زیګوي، خو الحمدلله په افغانستان کې داسې څه شتون نه لري، نه دیکتاتوري شته دی، نه انحصاري شته دی. موږ تاسو نن ګورو چې کم و زیات څلوېښت زره زموږ په صفوفو کې په وزارت دفاع کې د زموږ ازبک ورونه یعنی دا شمولیت لري، او همدغسې نورو ادارو راځئ تاسو اوس ما سره لاړ شئ، همداسې چې شمارو شمارو ته به په سلو کې څلور فیصده به هم هماغه د 2001 دوهم یا د تیر د 1996 اووه نوي هغه طالبان به بیخي پ څلورو پنځه به هم کې پیدا نه کړي. ټول دغه ټول د قومونو نه جنبې اخیستې ده، د دې ځای نه ورغلي و انتقاد، هېڅکله اصلاحي انتقاد، هېڅکله اسلامي مرت نه د هغې خلاف ده او نه د چا غږ بندوي، بلکې لبایک ورته وایي. خو انتقاد په دا معنی چې د حل کیسه هم ورسره ولري، د حل لاره هم ورسره ولري. مخالفت وکړه، یو کاګلیچې د تیم په سترګو ګوري، زه هم په سترګو ګورم، او هغې ته اسلامي عمارت لبایک وایي او ویلی ده، خو منافقت ته نه راغله حل لاره. حل لاره بیا موږ اسلامي عمارت نه بیا هم پوښتنه کوو چې کورنۍ بعضې دندې چې دي د هغې ترسره کول اړین دي، ضرور دي. هغه تشې چې د تیر نه تا ته راپاتې دي، د هغې په ډکولو کې ګړندیتوب وکړه، تر څو نور د مکر او تر څو نور د شومو پالیسیو ښکار نه شي. دا غوښتنه ترې کوو او دا بار بار غواړو او اسلامي عمارت ته وایو چې خپلې پالیسۍ دي، که هغه بهرنۍ ده که داخلي ده، لږ څه ګړندیتوب، لږ څه د غور لاندې راوله تر څو چې مشکلات نه کشالي کړي. تشکر. آقای اندر، راه حل را چی پیشنهاد میکنین شما؟ رای حل، یگانه رای حل اتفاق اتحاد افغان هستند که بخاطر منافع ملی و تمامیت ارضی خویش از هر وقت زیادتر ضرورت است باید انجام باید. و حکومت فعلی فکر نکنند که اینا به زور تفنگ
افغانستان ادارة خواهد کرد، بلکه باید با مردم خود فاصله خود نزدیک کنند، ببینن در رأس و یا هم در پایین مقامای ولایتیشان باید تغییرات جدی بیارن. بسیاری از جنگجویان سابقهشان حاکم هستن، مردم آزاری میکنند، فرامین رهبر خود را تطبیق نمیکنن، خودسرانه عمل میکنن، از این اعمال باید دستبردار شوند، در غیر از او پایه خود را به تشه میزنن. و امیر المؤمنین ملا عبد الله خان باید به مردم خود را نشان بدن، قسمی که استاد احمدی صاحب گفت، مؤسس و برنامه حکومت خویش را بگن که مردم بدانند که ما به کدام طرف میریم، و تعامل سیاسی که اگر ضرورت اشد است تمامی کشورهای اسلامی، 56 کشور اسلامی دیگه با جهانیان تعامل دارن، به خاطر پیشرفت کشور خویش آنها هم کشورهای اسلامی هستند، میخوان رابطه خوبی داشته باشن با دیگه کشورهای جهان. ما باید هر چیزتر انجام بدیم، در غیر از اون ما میبینیم که جهانیان پروژه ها و بسترسازی های جدیدی را برا انداخته، کوشش میکنند که امی حکومت هم به می قسم سرپرست بمانه، دائمی نشوه، افغان ها در حال فرار باشند تا تشکر بازی آنها به شکل خوب صورت بگیره و افغانستان یک بار دیگر نقطه جنگ آنها باشند. ممنون، تشکر باز هم از مهمانانی که در این بحث با ما اشراق داشتن، آقایان هر یک محمد علی احمدی استاد دانشگاه، دکتر عبدالصادق حمیدزایی فعال سیاسی و احمد خان اندر آگاه امور نظامی، و از شما بیننده ها که تا این دم برنامه را بیننده بودید، وقت بخیر، خدا نگهدار.